برنامه قریه و قریه در قریه زیبا و دیدنی نجراب. دیگه یگان جایا داره ناجی صاحب کمی برق تولید میکنه از طریق زمین آب. مسجد سنگی است. مسجد سنگی. البته ما قدم خدا طاقت بلند است نام خدا. نه آجی صاحب ما قدم یک ذره پخش است. آجی صاحب پرسان کردم گفتم کجا میرم گفت میرم کرد سنگی گفتم کرد سنگی خوب بسیار دور است گفت نه اینجا ما کوته سنگی داریم خانه سنگی داریم اون سنگا را به مرور زمان زلزله که شده این از کوه خطا خورده الیاس هم از گلام کرد از یاد دوست دارم خوب شد که نفت آبا که بسیار سرد است بسیار یخ است پایای ما یخ زد الیاس طرف یک رقم چپ چپ سعی میکنم نام خدا نام خدا به خیجه بارش برستک من نام یاد خدا سلام افغانستان سلام شرق لاست خوش آمدین خوش کلدلر درود بر تمام شما عزیزانه که توت را بیننده هستین و همی اکنون برنامه خودتان برنامه قریه به قریه را بیننده هستین امیدوار هستم که وطندارای عزیزم هر کجای این دنیای زیبا که هستین جور صحتمند سرحال خوش و خوشحال باشین ما فهیم افکار هستم و یک بار باز هم شما را خوش آمدید میگم به برنامه خودتان برنامه قریه به قریه در قریه زیبا و دیدنی نجراب البته آمدیم پیش آبشار نام قریه را نمیفهمم اما تا آهسته آهسته پیش میرم پیش ملک صاحب و بزرگای قریه میرم تا به درستی از زبان خودشان بشنویم و غولق ببینید غولق بسیار فرمایشتی هم از وطندارای عزیز یک قلابر داره قلابر داره را گرفتم گفتم یگان شکار مکار گرچه ما که شکار قرد نشان هم نداریم که شکار کنیم ولی کوشش های خودم میکنیم ما چه هم یک چشم خدا نپت میگیرن این همی رقم وار میکنن میزنن همین پرنده های که همیجا میباشن پرنده که البته گوشش حلال میباشن من خود یاد ندارم زیست چپا هم هستم ولی کوشش میکنیم یگان شکار داشته باشیم وطندارای عزیز نجراب دومین بار است که ما میایم زیبایی را که ما در نجراب دیدم در هیچ ولایت افغانستان تا فعلا ندیده بودم یک جای کاملا مقبول یک طبیعت کاملا دست نخورده و همو قسمی که این آب فراوان شما میبینین کوههای اندوکش بالا است از بالا آب میآید برفا آب میشه و فعلا هم در کوههای اندوکش برفای سفید است روز به روز که هوا گرم شده میشه میره و اونمو برفا او شده میره و اینمی رقم شما ببینین بک‌گراند ما را آبشارهای بسیار مقبول امروز میخوایم تا زیبایی های این قریه را به تصویر بکشم از آبشار شروع تا جاهای تاریخی است از جاهای تاریخی شروع تا خانه‌های گلی از خانه‌های گلی شروع تا خانه‌های سنگی را به تصویر می‌کشم امیدوار هستم تا پایان این قسمت برنامه قریه به قریه را مرا همراهی کنین و از دیدن این زیبایی‌ها لذت ببرین شما مانده نباشید حاجی صاحب خوب هستین انشالله بخیر باشید بخیر باشید در قدم رو خواستم میخوایم که نام خودتان پرسان کنم اسمتان اسم دگروال متقاعد عبدالهاشم بسیار از دریغه روش بسیار خوب بسیار خوب حاجی صاحب نام قریه چیست؟ نام قریه کندیبر کندیبر بله ها کندی جابر کندی جابر خواجه‌غوث خواجه‌غوث کندی جابر نامای عجیب و غریب داره این طلب نمی‌فهمم چرا همین زیارت به نام همی است نه زیارت به نام همی داره بسته به نام همی زیارت است بسیار خوب
حاجی صاحب، یا از کدام طرف میاید؟ چشمه است؟ برف است؟ هواش؟ یا یک قریه را به نام سرچشمه میگن، از اونجا چی میگیره؟ بسیار یک چشمه کلان است، تخمینا نصف همی آبی سمید دیگهش پایین به طرف آسیا به خاطر زراعت میره. بسیار خوب. دیگه نصف هواست مثل که میره تا اون پایین تا قسمت آقا. یعنی نصف هواست اگر پورا بیاید اگر بسیار بسیار زیاده. این هم وطندارای عزیز، نصف هوایی طرف میاد، این رقم یک آبشار که شما میبینید به این زیبایی و به این مقبولی است. اگر که این پورا باشه یاو خب واقعا که مقبول میشه. حاجی صاحب، ما میخوایم امروز زیبایی های قریه تان رو به تصویر بکشیم، از آبشار شروع تا هر چیزی که پیش روی ما میایه، میخوایم در قریه گرد قدم بزنیم. بخیر این حال بر ما بگوین حاجی صاحب، کدام طرف بریم، از کجا شروع کنیم و کجا ختم کنیم؟ ختم میشه باز پسان گپ میزنیم. از هر جایی که دوست دارید، از هر جایی که مورد پسند خودتان از اونجا آقا. سلامت باشید. بر ما گفتن که خانه های سنگی است اینجا. بله. مسجد داخل سنگ است. بله. آبشار را خودیدیم. بله. زیارت است. زیارت است. دیگه یگان جایا داره ناجیز هم کمی برق تولید میکنه از طریق از بله 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 جکمه بسیار خرد برق داره. بله ناجیز هم تا احساس بازگرد میزنه بفرمایید. از جان نوشی جان نمیکنه یک زنده باشین. زنده باشین. تشکر خیلی نه برای شکم ما بسیار نقص داره. ما خود ما خدا پالوان پالوان. ساحه مهد در دوران اشغال روس مهد جهاد بود. امی خب امی جا یک دفعه افتاد چه مجرا خب اینمی جا دمی قسمت قلعه سنگین میگیم اینجا قرارگاه مرکزی ما بود. خب بسیار خب اگر استاد چه امی جا یک دو دقیقه آجی سر همی گپای خدا این امی جا ادامه بده. اینمی جای بسیار یک جای مقبول آمد. چطور؟ اینمی جای خوب جای نیست؟ نام خدا هیچ حرف نداره. یعنی ایسی جا دیگه شما بهشت در دورای سابقه اینجا جهاد میکرد. بله بله ما اونم اینجا قرارگاه ما بود. خب بسیار خوب. قرارگاه مرکزی ما از نجرا حتی از کاپیسا از تگاب کلشان مرکز در اینجا بود. بسیار یک مرکز استراتژی کلان بود. بسیار بین بین کمی طرف رو ببینیم. اینجا چی هست اگه آجی سر؟ اینجا مسجد سنگی است. مسجد سنگی؟ آه بیا که خب بسیار خوب. اینه برای تو نشان بودم. نام خدا نام خدا نام خدا نام خدا داخل برای یکی سرد هم هست. به 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 اینجا بسیار وطندارای عزیز شما ببینیم در یک سنگ بزرگ حفاری شده و بالاخره مسجد ساختن. خب آجی صاحب اگر میجه بشینیم؟ بشینیم. چقدر وقت میشه از این مسجد؟ تخمین از ساخته شده. یارو ما خو مبالغه نمی کنم از 200 سال بالاتر است. خدماتش اضافه تر باشه. تو آجی صاحب بر ما گفتم میتونین که یک کدام مردم افاری کرده بودن کیا جور کرده یاره؟ این نمیجه یک ملنگ بود دمی زیارت. یک ملنگ بود اصلا از ملک ما نبود. خب از ملک ما نبود. از امی کدلو از افغانستان نبوده؟ نه از افغانستان بود. خوب. از یعنی نجرام نبود. از نجرام نبود. از دریغاش نبود. دیگه اینی میره اینی میامده دمی زیارت بوده اونجا شاه و روز دمی کار میکده اینی میره چه کده جور کده. و شما زیبایی های مسجد تا ببینه این قایده یک نفر راحت استا شده میتونه. البته من قدم خدا طاقت بلند است نام خدا. نه آجی صاحب من قدم یک ذره پخش است او کسایی قدرش بلند است نه اینجا سرش میخوره و بابا بزایمت میشه اینجا میراب و مسجد شما ببینید که کاکی کده و تندار عزیز و همین رقم میتونین این قسمت ها رو ببینین که بخاطر شم چراغ یا اینجا هم بخاطر شم چراغ اینجا چراغ هکش هم بود اینجا رو بخاطر شم کاکی کردن. خب آجی صاحب بریم اما تو بخیر. بریم نشان زدی کدام دانم چه کار کردی یا تال یا نه
نشان پختن از بخیالا. نه شنده. چطور؟ نه نشان افتاده. نشان اینجوری. از نشان افتیده. بیاک یک نشان دیمو تو سیز؟ تو مرا تیمی غلقته؟ نه نه. مرا تو یک دانه سنگچلام داره. تو که حالی جهیز پرندم نیست؟ که ما بگیرین سرش وار کنیم. خود سر پرنده وار نمیکنیم؟ این امی رقم که یک جای را خواهد داده. یه دانه چارمه رو بزنیم. نه فرنده را بزنه. ما خوب بیخی نمیتانم. خب نه تو تقلید سینام خدا. خب آجی سب در بگراون ما دمی کوه درخت ها هست. درخت ها جلغوزه هست دیگه. بله بله. خب این درخت ها جلغوزه البته اون طرف آخر دره بسیار زیاد بود نام خدا. اینیم از اون پایین تا به بالا اینیم دمی هر کس در مساحش تقسیم هست. تقسیم است. تقسیم است. هر کس حدش رصدش معلوم است. از ابتدا ما اصل سفیدا بین خود چه کردین؟ تقسیم کردین؟ هر کس حدش معلوم است. بسیار خوب. حال در خانه جلغوزه دارین؟ ندارین؟ میارین؟ نمیارین؟ میارین. میارین که الان ندارین. نه برادر ما شما ندارین. نجان جلغوزه بای میارین. چرا؟ جلغوزه که باز یه هست دیگه. که جلغوزه از جلغوزه پسکا میشینه. وطندارای عزیز شما یک چند تک تصویر زیبا از این چهار دو بغل مقبول ببینین. ما هم متاسفانه سپاهی میریم. برنامه ما ادامه داره. همراهیتون خواهم است. بسیار خوب، یک شمال بسیار خوب، شمال بسیار سرد. و این کال کدام طرف روان است؟ بله این آنه میفهمم. این در بام دنیا آورده می تو. جانم. نام خدا اصل طبیعت خو اینجاست. اصل زیبایی خو اینجاست. شما بین وطن دارم عزیز بین 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 بین. شما عزیزه به این سرسبزی و خانه گلی را ببینه که واقعا مقبول است و همون قسمی که میفهمین در تو قریه مردم از سوخت و چوب استفاده میکنن تا دیگ کنن تندور کنن و از زمانی که در تو خانه گلی و در تو سرسبزی همو دوده تندور بالا میشه یا دوده سماوات یا هر چیزی که در میتن دودش که بالا میشه بسیار یک زیبایی مقبوله به خود جذب میکنن. در زمین هایی که ما شما استاد هستیم حاجی صاحب بغیر از گندم دیگه چی چیزها کشت میشه اینجا؟ در اینجا گندم، لوبیا، کچالو، جواری، نخود بسیار اقسام حبوبات زیاده حبوباتی که بکاری میشه. بسیار خوب بسیار خوب. کچالو داریم خیلی؟ کچالو کچالو داریم. کچالو بخی کچالو صادر میکنیم. ها بسیار خوب. ما جمله که صادر کنند های کچالو هستیم. دوست ما که پیشتر زگنال داد برای در قسمت چه در قسمت سیلا بردگی ببی دیگه این ساحه اصولان است که ملک نمانده بخی خلاص خلاص کرده. این ساحه سهای افچه، لخمان، وره، فرس، طوله، خاجاغاز که اینمی سه قلاچه اما تو شیخان این کلش اینو ببینی دریا چه کده است. خدا حکومت ما را توفیق بده که اینمی مسیر سیلا با چه کنه انشالله استحکام بده که مسیرش تنظیم کنه که مردم از این مشکلات توکل بخواه. توکل حاجی صاحب یا به نوشیدن است؟ بله برای زراعت هم است برای نوشیدن آب پاک است. آب پاک واقعا آبش بسیار شیرین، بسیار سرد، بسیار مزه‌دار است.
ما می قطعش نشده بودم انتان دارا عزیز هیچ پرسان نکنیم کمانده بود جل بزنیم حاجی صاحب پرسان کردم گفتم کجا میرم گفت میرم کوتسنگی گفتم کوتسنگی خوب بسیار دور است ما از کوتسنگی آمدیم نجراب میگه کوتسنگی میرم گفت نه اینجا ما کوته سنگی داریم خانه سنگی داریم گفتم خوب بسیار خوب برام جالب بود نام خدا نام خدا نام خدا شما این زیبایی رو ببینید وطن دارای عزیز باش 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 که قمر اجازه بده بیا الیاس جان بیا وطن دارای عزیز شما ببینید این دروازه را ای چوبه ببینین ای جایی را که مثال به خاطر ورود به خانه جور کردن سرتاقه ببینین چقدر مقبول است چقدر خوب نقش شده اینجا و این دروازه ما مطمئن هستم که از 200 سال یا 100 سال اینم قدر وقت خدمت داره بسیار چوبه محکم بسیار چوبه قوی ده این دروازه کار شده و همین قسمه که ما بر شما گفتم اینجا خانه های گلی است پخصه‌ای و همچنان خانه های سنگی هم هست یک جای بسیار مقبول است مقبولیش شما خودتان میبینید حس میکنین خودتان همی لحظه وطندارای عزیز اینی سنگ شما ببینید اینی سنگ ببینید بزرگیش و همچنان اون سنگ هایی که او طرف هست اگر در تصویر شما داشته باشینش اون سنگ ها را به مرور زمان زلزله که شده این از این کوه خطا خورده و آمده به این طرف همون قسمه که میبینین وطن دارای عزیز سنگ های بسیار کلان کلان و مؤثر زلزله شدید که شده از بغل کوه خطا خورده و همون قسم پایین آمده در اینجا زمانی که سنگ ها لول خورده کسی خوابگار نشده یا مثلا کدام خانه زیر از این سنگ شده باشه وی چون یا قبلا رادس آب پیش آمده ایتو تاریخش ثابت نمیکنه که مثلا کدام کسی روگال کرده باشه یا شاید قبل از آبادی بوده باشه احتمالا یعنی معلوم میشه از اثرشون معلوم میشه که اینا به اثر حوادث طبیعی آمدیم پایین دقیقا که یا توسط زلزله بوده اکثر توسط زلزله میشه این توسط زلزله میشه بله اینجا ماشینه که ما پیشتر هم گفتم مردم نجراب بسیار شیرین صحبت میکنن یک لحجه بسیار شیرین داره چرا مرخ هم گپ نمیزنه به ملحجه به ملحجه نجرابی صحبت میکنه آه دیگه بعد از این به ملحجه نجرابی صحبت میکنه آم خدا این خانه ایست که در بغل ما در پایین رفتیم پشت سنگ این سنگ کلان قدرت خداست وطندارو عزیز ببینین ما این سنگ با این بزرگی ببینید خب کوز دیگه بله بله کوز دیگه سنگ می داشته باشه این یا ماشین هست که کت از این ماشین اگه اشتباه نکنم قلبه میکنید خب بسیار خوب بسیار این ماشین ها ارزان است یا قیمت؟ خب ساده است تو بیا لالا تو پیش بیا چند خریده باشید؟ این امیرش 60,000 افتاد اقتصادی است از گاو کرده خوبه از گاو کرده خوبه مصرف تیلش چطور است؟ خوبه مصرف تیلش باز کارش هم راحت است دیگه کارش راحت است گاو کرده بهتر کار میکنه آه والا دیگه کارش خوبه این دیگه ترکتول و چوچه است ترکتول و چوچه خب موفق باشین لالا سلامت باشین سر بلند باشین بریم آجی سر ما در چند برنامه گرفتیم براتون گفتیم که در کسایی که در اطراف زندگی میکنن کسایی که دور از شهر و بازار هستن باز مهمانخانه شون یک راه جدا میداشته باشه همون قسمت که شما اینی قسمت میبینین قسمت حویلی است دروازه حویلی است که مدرای فامیلا او طرف زندگی میکنه و اینی راه را که شما اینیجا میبینین یک زینای جدا در بیرون از حویلی در بیرون از چهار دیوالی خانه که اینی قسمت بالا میرن مهمان ها که میاین اما تو راحت هر وقت شب باشه روز باشه 10 نفر باشه 15 نفر باشه هیچ کسی که در خانه زندگی میکنه بر از اون مزاحمت نمیشه تو راحت میاین اون دروازه رو باز میکنه مهمان خانه است قرار مهمان ها آسوده و راحت میباشن بریم آجی سر بریم بریم
وطندارای عزیز، اینی هم یکی از اون سنگای است که همی کوه هم نزدیک از همی سنگاست. زمانی که زلزله شده، با مرور زمان این همی زلزلای شدیده که شده، اینی سنگا را به اینی طرف آورده. و خدا را شکر، ما قسمی که پرسان کردم از حاجی صاحبشان پرسان کردم، گفتم که زمانی که سنگا این طرف لول خورده بود و آمده بود، اینجا اونقدر آبادی ها نبود، یعنی کس زندگی نمیکرد، جنگل بوده. و حال فعلا هم خانه جور شده وطندارای عزیز، هم مردم از زمین به خاطر کشت و زراعت استفاده میکنن، و هم نام خدا اینجا اینقدر مقبول است، اینقدر مقبول است که هر چقدر تعریف کنم کم است. خودتون تصویرها را ببینید، خودتون قضاوت کنید. حال کدام طرف روان است ما شما عزیز؟ فقط در جایی که آب دو قسمت شده است. آها. در اون قسمت میریم. آبی که به آبشار میره، آبی که به چشمه میریم دیگه. آها، به چشمه میریم. بسیار. بله. چهارمغز وقتش نیست فعلا. نه چهارمغز خام است. در سنبلا و میزان. کدام میوه ها در قریه هست؟ فعلا دیگه از توت شروع میشه دیگه. دیگه بعدش؟ از توت، زردالو، آلو، بعد از او سیب، این میوه، بعد از او باز جلغوزه. جلغوزه طلای سیاهی از این منطقه. بله. این درخت چهارمغز چقدر کلان است؟ چهارمغز دیگه بسیار قدامت این چند ساله باشه؟ احتمال داره که از 200 سال هم بیش باشه. از 200 سال؟ بله. 200 سال خدمت از این درخت است. وطندار عزیز شما ببینید چقدر بزرگ است. دوستای عزیز، گل بابونه را میبینه. من بسیاری گل دوست دارم، بسیاری گل مقبول هم است. الیاس هم از این گل هم که از یاد دوست دارم، خوب شد که نفتا. راه وطندارای عزیز، گاهی طرف میریم، گاهی طرف میریم. بعض جایا درایی میباشه که ما خودم خوب بیخی بلد نیستم. حتی آجی صاحبشان هم نابلدی میکنن که میگن از کدام طرف بریم. شما آبشار را دیدین وطندارای عزیز، حال جای میریم چشمه میریم که آب از او آبشار از هونمو چشمه میایه و طرف هونمو آبشار. شما بیاین ببینین زمانی که یک آبشار اوقدر آب زیاد داره، چشمه از او چه رقم است؟ پرمخ سوال خلق شده، میریم از نزدیک با هم میبینیم. عزیز پشت سرم که میبینین بچه های هست که از مکتب رخصت شده و حالا میرن طرف خانه خود، و ما بالاخره از قله های بسیار بلند، از کوه بلند که درش قدم زدیم، گرچه ما شاید در تصویر معلوم نشم ولی صدای ما داریم، پایین شدیم، بالاخره رسیدیم به زمین انوار. و نام خدا یا با ببینین که چقدر زیاد است. و اینمی آب با سوی اونمو آبشار میره. دوستای عزیز، یک زانو او اینجا است. تا بند تا اینم خود زانو را اینجا او است. آجی صاحب. بله صاحب. این او یک چشم است؟ بله آه. بسیار جالب است. بسیار جالب است. این در بسیار ساله هایی که بسیار آب قلت میشه، یک آسیا و یومی داره. وطندار عزیز شما بیانی قسمت را ببینید. گفتم که یک زانو او است. او نگوین طلا بگوین، او نگوین نقره بگوین، او نگوین الماس بگوین، هی الماس از دیگه فعلا. هر وطندار عزیز، این قسمت را که شما میبینین آب دو تقسیم شده، آبشار. اونو یک قسمتش طرف آبشار میره. اگه یه هر دو قسمتش طرف آبشار میرفت، شما او زمان آبشار را میدیدین.
که با چی عظمت و با چی بزرگی و با چی زیبایی می بود او زمان. ولی فعلا یک تقسیم او که او طرف میره اونم قدر او آبشار مقبول رفته و یک تقسیم آب می طرف طرف زمین ها میره. بریم که چشمه را ببینیم که چشمه چه رقم چشمه است که رقم آب داره. من کنجکاو هستم، بیاین که با هم ببینیم. این پایپای است که از چشمه رد شده برای چه؟ آب آشامیدنی از سرچشمه گرفته شده. این قسمت ها ذخیره جور کردیم که آب برای قریه ها انتقال بده، برای آب خوردن، آب برای آشامیدنی. چشمه این همیست؟ نه نه اون چشمه. خب شما اینجا یک ذخیره جور کردین به خاطر آب پاک برای آب و بعد از اون نل ماندین که با خونه بره دیگه. یا بله آب خریا میره بچم. آب آشامیدنی بیخی جداست. بله بریم خرید چشمه. آدمی قسمت چی شد؟ اما پی پی اس کردی یه گوبر به ذخیره او با از اونجا به قریا میره. خب یعنی خود چشمه است. از این دو نقطه یکی اینجا از یک کمون به نام سرچشمه یاد میشه. سرچشمه سرچشمه بله. اینه می چشمه است؟ اینه می چشمه است؟ آبش هم بسیار سرد است. جالب است. آبش هم بسیار سرد. فکولم نفته. آب که بسیار سرد است، بسیار یخ است. پایای ما یخ زد. این قسمت ها به یخ است، بالاش زمین است، کرده است. کرده است، در این کرده چی است؟ چی کش شده؟ گندم. گندم آمد. و از اینی جا، از این قسمت، از اینی جا آب مبره. یک سرچشمه یا یک چشمه اینی جا است، یک چشمه دیگه هم اینی قسمت است. دو دانه چشمه است که از اینی جا آب مبره و آبم کاملا سرد، کاملا طبیعی. همو یکان رفت که میگه او یخچالی، واقعا او یخچالی نمیجه است. وطندارای عزیز تشکری خاص است تک تک شما عزیزان که تا این لحظه را بیننده خودتان بفرمایید. بیننده برنامه خودتان قریه و قریه هستید، بیننده خودتان هستید. صدای آب است، باید بلندتر گپ بزنم. همون گپ مم از پیشم اشتباه شد. خب خیر، به هر صورتش پس ایدتش کردم. آجی صاحب خوب هستی؟ شکر. صحتمند چی حال داری؟ آرام باشی. جان جور است. بخیر باشی. تشکر. اینی جا جای است وطندار عزیز، قسمی که من در شروع برنامه گفتم در اینجا جاهای جور کردن به خاطر تولید برق با متوسط آب. اینی جا حاجی صاحب مسئولش است. حالا که صحبت هم میکنیم و ببینیم که چه رقم آب از کجا میره و چی جور کردن برشان از تخته، چه رقم از اینجا برق میگره. حاجی صاحب یکم معلومات بده درباره از امی جایی که ساخته. امی آب از چشمه میایه و ما همینجا می بند برق فامیدی افتتاح کردیم. زمانی که آب شفامیدی سری جاری میسازیم این برای ما برق میزن. از این آب که دیگه استفاده نشه به نظر ما کار اشتباست. اشتباه به یک کفران نعمت میشه دیگه. نعمت پروردگار است. دقیقا این خواه یک نعمت. من بیشتر گفتم آب نگوین، طلا بگوین، آب نگوین، الماس بگوین. تنها ما نه که از این استفاده میکنیم، از این تماما افغانستان استفاده میکنه. حاجی صاحب بین که یک دفعه می رفع حال بسازیم اگه اجازه باشه یک بار ببینیمش. بچه اینجا بند است، باش که ما بازش کنم. برو بخیر بالا. بالا بالا برو، برو بالا. باش که من خودم بگیرمش. همینجا بابا بانش سر همین سنگ اینیش اگه بارم همون نصفه یا کافی هست، همون نصفهش کافی هست. خب؟ او نام خدا، نام خدا. بسیار آب کم آمد و شما ببینین که چرخه چرخ داد وطندارا عزیز. در این قسمت برشان موتور شاندن دینامو 3 کیلووات نصب است. 3 کیلووات. 3 کیلووات. خب
از مردم کابل کده کسایی که در کابل زندگی میکنه اینجا خوب است. ماست از داخل قریه است. ما در کابل در زمستان یک شب برق داریم دو شب برق نداریم. اینجا خوشبختانه در زمستان هم همین رقم هست. زمستان و تابستان هست. زمستان و تابستان این همین رقم هست. تا 12 ماه. 3 کیلووات برق دارن. براجی صاحب چی آوردی؟ ماست این همین منطقه هست. نام خدا نام خدا. او بچه قاشق می آوردی ها؟ قاشق بیار هلا باش قاشق بیاره باش قاشق بیاره قاشق بیاره فوری فوری اینه وطن دارای عزیز شما ماست وطنی را ببینید ایلیان طرف یک رقم چپ یا سعی میکنم دلیل شده میفهم که ولی من مطمئن هستم بخاطر ماست خب این قاشقا را یک اوکش کنم من اینمیجه من اوکش میکنم خودم من خودم حاجی صاحب یک دقیقه نام خدا ماست هم ماست وطنی دیگه ما و شما که در شهر بازار ماست میخوریم دوستا عزیز دولان دو چی چیزا گفت میشه ما کارخانه شنه یافتیم که اگر روز برم بگویم او بیدر بخاطر که کسی که ماست وطنی را طعم و مزهش یک بار بچشه بچشه با اون ماست زمین و آسمان فرق میکنه این ماست واقعا مزدار هم است فوایدش هم زیاد است و بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب خیر ببینین سلامت باشین وطندارای عزیز تشکری خاص میکنم از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه را بیننده برنامه ما بودین حاجی صاحب بسیار زیاد تشکر از شما امروز که ما با زحمت شدین و واقعا ما دانستیم که همون برنامه خود را تکمیل کنیم و زیبایی های قریتان را به تصویر بکشیم خدا هم گفتنی اگر دارین که امروی ما در خدمت شماست فقط موافقتتان را میخواهیم آرامیتان را میخواهیم شما تا اینجا زحمت کشیدید خود با زحمت ساختید و این منطقه را با کل مردم افغانستان ایرا بیننده ساخته ایرا سلامت باشید ایرا شما را خداوند اجر بده موافقتتان را میخواهیم خداوند شما جوان ها را همیشه داشته باشه سلامت باشین حاجی صاحب خیر خدا باشه قربان شما با عزت باشین بسیار زیاد تشکر از شما حاجی صاحب از شما هم تشکر سلامت باشین وطندارای عزیز تشکری خاص از تک تک شما عزیزان که تا اینمی لحظه را بیننده برنامه خودتان برنامه قریه به قریه بودین امیدوار هستم از داشته های امروز ما شما لذت برده باشین من مطمئن هستم که لذت بردین به خاطر که وطن ما قدر جاهای زیبا داره قدر جاهای مقبول داره قدر جاهای دیدنی داره که هر چه قدر که صفاتش کنیم هر چه قدر بگویم کم است و من مطمئن هستم هیچ وقت با دیدن این زیبایی های دست نخورده شما خسته نمیشین همیشه این زیبایی ها را انسان ببینه دلش میخواد که دگان بیشتر و بیشتر بیشتر ببینند آیسته آیسته رسیدیم به بخش پایانی برنامه امیدوار هستم از داشته های امروز ما شما لذت برده باشین تا دیدار بعدی تا قریه به قریه بعدی که باز هم حاضر میشم و شما برنامه ضبط کنم شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپارم شب و روزتان خوش لایک کامنت سابسکرایبم یادتان نره